چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری، از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. اینجا یک 100 متر که میری پیاده روی داره، باز ازگاه قطار میه. ازگاه قطار در آلمانی چی میگن؟ به خاطر آلودگی فضای کابل پروازهای مشتری های ما تا 3 روز به تعویق افتادن. واس آربایتن دایمان، حالا می دست پخت عروس ما را چی وقت بخوریم؟ ها راست گفتی. خدایا ما کجا پیاده شدی؟ اینجا دگه کجا است؟ آیت ازگار اشتباه کده یک جای دیگر رفته. او نه، دختر قندم، هر وقت که مشکلات سرت آمد، تنها بودی، ترسیدی، آیت الکرسی شریف بخوان، خداوند حفظت میکنه بچیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تخذوا سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. بگو تو دل دارم، چرا دوستم نداری، بگو دل آزارم، چرا دوستم نداری، بگو تو دل دارم، چرا دوستم نداری، بگو دل آزارم، چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری.
از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی؟ جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. بگو تو دل دارم چرا دوستم نداری؟ بگو دل آزارم چرا دوستم نداری؟ چرا دوستم نداری؟ فکر کنم موتور خراب شده، خانم از اینجا قدر دور نیست، حال دیگه باید پیاده بره. بیا تاشو. دخترم، یا کم برم شربت پرتو؟ بفرمایید. تشکر. راستی از یک گپ خبر دارین یا نی؟ از چی؟ یکی از هموطنای ما دیروز کوچه خود اینجا آوردن، در همسایگی ما. بله بچه، ما و مادرت بچیم تصمیم گرفتیم که امشب برای همسایه ما یک ذره نان و غذا جور کنیم و برش ببریم. از امی خاطر پدرتان امروز میره خرید میکنه. ما خودم میرم پشت آیت جان، از کورس میارمش که کم در کارهای آشپزخانه هم رایم کمک کنه. چطور از دخترم؟ نه مادر جان، ضرورت ندارین. نمی خوام زحمت بکشین. ما امروز خودم می آیم. ای دفعه را رگم نمی کنم. تو هم بچه مگه وقت بیی؟ همراه از یه همسایه آشنا شوی بسیار خوب میشن. درست است. ما کوشش می کنم. اگه می گن سودا را ما بیارو. نه بچه. خیم ما متقاعدا چی کنیم؟ همی سودا آوردن خوب وظیفه ماست. اگه شما این وظیفه را از ما بگیرین باز، ما چی کنیم ها؟ بس یک کار میکنیم. شما لیست سودا را نوشته کنین. شما هم پدر جان مارکیت رفته سودا بیارین. ما هم غذا را تیار میکنم. قبول است؟ نه نه دخترم، تا تو بیای دیر میشه. من خودم نان تیار میکنم. مادر جان لطفاً. پدر جان. خراست میکن. بانکه میشه عروس ما همین نانه پخته کنه. با همی بانه هم دست پخته عروس ها میچشیم. ها امید جان؟ بله چرا نه، حتما. خب درست است، نانه امشبه تو تیار کن.
زنکه بیا بشین. چرا قی طرف و طرف قدم میزنی ها؟ بشی که میخواندن سیدا قاسمی رو بارومی سل کنیم ها؟ میگم برام غذای شام خودم تیار کنم. خدا میفهمه دستپخت عروس ما چه قسم است. با خود ما خو خیر است. میترسم که همسایه سر ما خنده نکنه. دیدی که صبح چقدر باید منان گفت که غذا رو من خودم تیار میکنم. اگه یاد نمیداشت خود تیر خودم میاردنی. آه، ایره خو راست گفتی، اما نمیفهمم چرا دلم. دلت بسیار ناقرار است زنکه، تو آمدن عروس، صد کار دیگه است. برو یکان برنج ترکو، گوشت ریزکو، یکان کار دیگه رکو، یکان کار پیش ببر زنکه. پیاز و سیر پوسکو، آمادشان کو، چیگه پس؟ آه، ایره خو راست گفتی، بریم تا آمدن عروس ما یکان کارای خودت کنیم. آفرین، برو دیگه، حالا. سلام مادر جان. سلام پدر جان. و علیکم السلام دخترم. آمدی بخیر. هیچ دلم آرام نگرفت. گفتم برم گوشت توتا توتا کنم. آرام باشین مادر جان. به ما باور داشته باشین. من خودم همه چیز تیار میکنم. شما بیاین آرام اینجا پیش پدر جانم بشینین. بیاین. بیا بشین زنکه بشین. بشین دیگه. بان کمی کارو بار خودش انجام بده. مگم تو تنها صبر کن مامم رایت. نه شما بشینین. من تیار میکنم. بانش که کار خود کنه. دخترم یک چای با ما خو بیار. درست است. بعد از اون با کار شروع کن. آه، تشکر دخترم. زنده باشی. تشکر دخترم، تشکر. زنده باشی. ببین چی اگر روز دارم. زیاد چرت نزن رفیق، بگیره بناش. ناق اعصابت خراب نکنه، کاری که شده شده.
حالا کوشش کن که زندگیت خوش تر کنی. خوش میفهمی؟ وقتی که قلبت خوش نبود هیچ چیز دنیا نمیتونه تو را خوش بسازه. بزرگترین خوشی دنیا برات بی‌معنا میباشه، اما اگه قلبت خوش بود میتونی کوچکترین خوشی را جشن بگیری. پس میخوایی تمام زندگی خود همه قسم تیر کنی؟ نمیفهمم. مگم تو تشویش مرا نکن. خدا بزرگ است. انشالله یک روز همه چیز خوب میشه. ما به خدای خود باور دارم. میگم از این نانه وقتی میفهمی که همراهی دست بخوری. بخو بیادر جان، نوش جانت، نوش جانت. هر رقم که خوش داری بخو. چطور کنم خواهری عادت کده، هرچی میگم همراهی دست نخو بازم با دست میخوره. عادت کده خواهر جان، چی کنم دیگه؟ آیسته آیسته بلد میشه. خیر است. راستی جمعه گل، از وطن اگل قصه کو. تو خو از وطن آمدی نه؟ بیادر قابلی پلوه به این مزگی همیره بخو. از وطن قصه کنم دلت از امی نانم بد میشه. بخو نانتا. خب بیادرم راست میگه، در وقت غذا خوردن بهتر از گپای سیاسی را کنار بانین. راستی خوار جان. جان جاوید جان مکتب میره؟ جاوید مکتب میره و بابیشان میره کورس زبان. مگم خواهر جان خودت کورس زبان نمیری چطور؟ ای خواهر جان من خود سواد ندارم. وقتی که خواندن و نوشتن فارسی را بلد نباشم چی رقم زبان ای کشور را یاد بگیرم؟ مادر جاوید جان مکتب نخوانده. تا زمانی که در خانه پدر خود بود اونا نماندن درس بخونه. وقتی خانه ما آمد ما نماندیم درس بخونه. و من میفهمم که هر دو فامیل چی اگه اشتباهی بزرگ کردیم. خب افسوس است. ای جفا در حق اکثریت. خانم ها در کشور ما صورت گرفته و هنوزم جریان داره. اول خو ما خانم ها را در خانه قید میکنیم. باز وقتی که بیرون اوانشان میکنیم توسط یک چادری قیدشان میکنیم و رهایشان میکنیم. این زن بیچاره حتی همو بازارم یک بار به درستی دیده نمیتونه. مادر خدا بیامرزم میگفت که وقتی که شار میرم فکر میکنم که شار و بازار از پشت یک پنجره میبینم. خدا یار جان ما مردم ها، دنیا چقدر تاخیر کرده. مگم مردم ما هنوز هم در محالت خود هستند دیگه، هیچ تاخیر نمیکنن. راستی خواهر جان یک سوال، شوهر چطور ناوقت می آید؟ همیشه همه قسم ناوقت می آید یا چون امشب مهمان دارین دیر می آید؟ نه ای تو کدام گپ نیست، در دفتر کارشان زیاد بود، شاید حال درا باشه. We'll be right back.
از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی؟ جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. جفا